البته بیشتر در رفع افهام فکر میکنم جواب گرفتم. اگه کسی در مقام یه روزنامه‌نگار آزاد، یعنی در یک روزنامه خاص کار نمیکنه، در یک سایت خاص کار نمیکنه، تصمیم میگیره اصلا ما اول که بی‌طرف نباشه، یعنی تصمیم میگیره به نفع کسانی که در ایران بهشون ظلم شده عمل کنه و گزارش تهیه کنه، خبر تهیه کنه، ولی قواعد فکشوها رو رعایت کنه. یعنی اگه میخواد در مورد ندا آقا سفیان گزارش تهیه کنه، قواعد رعایت کنه. اگه میخواد در نقد آقای خاتمی گزارش تهیه کنه، قواعد رعایت کنه. آیا میشه علاوه بر چی بهش ایراد گرفت؟ شما در همه کشورهای دنیا حتی نشریات حرفه‌ای دارید که این نشریات ادعای بی‌طرفی ندارن. در نتیجه جواب سوال شما نه تنها در ایران، در کشورهای دیگه هم میتونه مثبت باشه. شما در مثلا شما در فرانسه لوموند رو دارید، لیبراسیون رو دارید، مثلا اومانیتر هم دارید. اومانی ارگان حزب کمونیسته، تعارف هم نداره. قرار نیست که بگه حزب کمونیست اینو میگه، راست افراطی اونو میگه، ما نمیدونیم کدومش درسته. تعریف رسانه فرق میکنه. بعضی از رسانه هستن تعریفشون اینه که ما اومدیم بی‌طرف باشیم. مثلا در خیلی از کشورهای غربی رسانه‌هایی که به بودجه عمومی وصلن، یعنی مالیات دهندگان دارن هزینه‌شون رو تامین میکنن، نمیتونن بگن که شما مالیاتتون رو به ما بدید برای اینکه ما از این حزب در بین 4 تا حزب سیاسی موجود طرفداری کنیم. اونها مجبورن قواعد رو رعایت کنن. اما در کشورهایی که دموکراسی‌های با سابقه هم دارن، در اونجا هم نشریاتی با اجندای خیلی مشخص سیاسی وجود داره. ولی همونطور که به درستی اشاره کردید، اونها هم باید ضوابط حرفه‌ای رو رعایت کنن. یعنی شما در فرانسه ارگان حزب کمونیست هستید، میخواید بگید که این سیاستمدار حزب مقابل فاسده، حق ندارید دروغ بگید این وسط. در اونجا هم باید در واقع تک تک ادعاهایی که میکنید قابل دفاع باشه. در اونجا هم باید قواعد روزنامه‌نگاری رعایت کنید. اگر نکنید قطعاً بقیه این رو به شما تذکر خواهند داد در فضای رسانه‌ای، ولی اینکه پیگرد قانونی هم نداشته باشه. اگر نکنید قطعاً حیثیت حرفه‌ای خودتون رو به خطر میندازید، ولی اینکه هیچ تبعات قانونی هم نداشته باشه. ولی این حق رو هم دارید که مدافع جریان خاصی باشید یا نباشید. ولی یک چیز رو هم اجازه بدید تفسیر به این بزنیم. به طور کلی حتی اگر شما هدفتون دفاع از یک جریان یا یک ایده خاصه، اگر که لحن بی‌طرفانه رو رعایت کنید، انصاف رو در مطلبی که دارید میگید، بیان میکنید یا مینویسید رعایت کنید و نتیجه گیری همیشه یکسان نداشته باشید، تأثیرگذاریتون روی مخاطب در همون جهتی که میخواید هم بیشتره. اگر شما کسی هستید که راجع به هر پدیده ای که فرض کنید که من در آمریکا دارم فعالیت رسانه‌ای میکنم، در به عنوان یک روزنامه‌نگار آمریکایی، اگر من کسی باشم یا یک فعال آمریکایی، اگر من کسی باشم که همواره وقتی که میخوام راجع به مثلا سیاست‌های حزب دموکرات قضاوت کنم، همواره از اول اصطلاحاً اگه بخوایم ساده‌شو بگیم چاک دهنم رو بکشم و شروع کنم به حرف‌های تند زدن علیه مثلا سیاست‌های یک دولت دموکرات، قطعاً کسی که با من هم عقیده هستن خوششون میاد. اما تا چه حد میتونم کسایی که با من هم عقیده نیستن یا اساسا سیاسی نیستن رو متقاعد کنم؟ در خیلی از این اطلاع رسانی ها روزنامه‌نگاران اشتباهی که میکنن اینه که احساسشون اینه که دارن با افراد لزوماً هم عقیده خودشون صحبت میکنن. شما در هر جامعه ای، هر عقیده‌ای که دارید، یک سری افرادی هستن که در اون جامعه کاملا موافق و هم نظر دیدگاه شما هستن، هر چی بگید احتمالاً قبول میکنن. حالا شما نه، اصلا شما فرض کنید که در مورد یک جریان سیاسی، یک کسانی کاملا مدافع اون جریان سیاسی هستن، هر چی که در واقع علیه اون گفته بشه رو قبول نمیکنن و هر چی مدافع به نفعش باشه رو قبول میکنن. یک کسایی هستن مخالف 100% اون جریان سیاسی هستن، هر چی به نفع اونا گفته بشه رو قبول نمیکنن و هر چی مخالفشون گفته بشه رو قبول میکنن. اما معمولا در جامعه واقعیت اینه که بخش اکثر و بخش بزرگتر جامعه در یک منطقه خاکستری هستن، یعنی نه اونقدر مدافع یک جریان یا ایده هستن که هر چیزی رو به نفع اون باشه قبول بکنن و نه اینقدر مخالفشن که هر چیزی که به ضررش باشه رو قبول بکنن، بلکه بر مبنای چیزهایی که میشنون قضاوت میکنن. حتی در بین مخاطبان اصطلاحاً سطحی و مخاطبان احساساتی و مخاطبان غیر تخصصی رسانه‌ها بخش زیادی هستن که نهایتاً این که چیزی که میشنون
به اصطلاح تا چه حد صغرا و کبراش به هم بخوره، تا چه حد منطق داشته باشه و تا چه حد با لحن متین بیان شده باشه، روشون بیشتر تأثیر میذاره تا اظهار نظری که از همون اول معلوم آخرش میخواد چی باشه. شما همیشه مخالف یک دیدگاه یا یک جریان هستید، در نتیجه اگر 100 صحبت شما، 100 نوشته شما رو کسی بخونه، جز این نمیبینه که از اول تا آخرش به اون جریانی که باش مخالفید فحش دادید. قطعا افراد همدیدگاه با شما خوششون میاد و جز این هم انتظاری ندارن، ولی فقط همونا رو روشون تأثیر میذارید. اگر شما بتونید قضیه رو از دیدگاه‌های مختلف ببینید و از دیدگاه‌های مختلف در واقع راجبش قضاوت کنید و نهایتاً قضاوت و نتیجه گیری که بر مبنای فکت ها بوده رو بیان بکنید، شما حتماً به این مخاطبان خودتون یا حتی اون کسایی که میخواید در واقع در جهت اونها، در دفاع از منافع اونها، در دفاع از مثلا حقوق اونها و برای جلوگیری از انجام مثلا ظلمی علیه اونها فعالیت بکنید، بیشتر میتونید موثر باشید. من فقط یک تبصره رو هم راجع به همه این داستانا بزنم. این هر چیز دیگری، این حساسیت های فکتی هم که گفتیم 100% نیست. شما در مواردی ممکنه که مجبور باشید به عنوان یک روزنامه‌نگار ریسک هم بکنید. مثلا شما متوجه میشید که، البته اینی که میگم باز منظورم رسانه های مینستریم دنیا نیست، در بعضی از رسانه های بزرگ دنیا که قواعد حرفه‌ای سختی دارن در مورد فکتچوال بودن و رعایت بی‌طرفی، شما در اونجا این کار رو نمیتونید بکنید. اما خیلی از روزنامه‌نگارانی محدودیت‌ها رو ندارن. شما یک روزنامه‌نگار فکتچوال و دقیق هستید، مطلع میشید که کسی زندانی شده و در معرض بدرفتاری قرار گرفته، اما مطمئن نیستید که این اتفاق افتاده یا نه، به این خاطر که چند نفر مثلا در فیسبوک این رو گفتن که مدعیان که راجع به اون قضیه اطلاع دارن. شما در این یه همچین شرایطی طبیعتاً باید صبر بکنید تا اطلاعات بیشتر به دست بیارید. اما اگر که اطلاعی که به شما میرسه این باشه که این فرد قرار فردا اعدام بشه، چی؟ شما کسی هستید رو فکت‌ها دقیقید، نمیخواید حرف رو هوا بزنید. البته باز میگم در خیلی از رسانه‌های بزرگ دنیا شما حتی در اون شرایط هم مجبورید این احتیاط‌ها رو بکنید، ولی این فقط معدودی از رسانه‌ها هستن که شامل یک همچین مقررات سختی میشن. خیلی از کسانی که مثلا شهروند روزنامه‌نگاران یا حتی کسانی که در فضای مجازی در سایت‌ها فعالیت دارن، به شما خبر میرسه که این آدم فردا ممکنه اعدام بشه. تصمیم گیری سخت شما اینه که در درجه اول مطمئن نیستید که این خبر درسته یا نه. در درجه دوم این نگرانی رو دارید که اگر درست باشه و شما راجبش اطلاع رسانی مؤثر نکنید، ممکنه که تفاوتش یک جان باشه، جان یک انسان باشه. البته در شرایطی که فکر میکنید اساساً امکان تاثیرگذاری وجود داره. بعضی وقتا ممکنه که واقعا شما خبردار بشید که چیزی در سوریه داره اتفاق میفته، شما یک روزنامه‌نگار ایرانی راجبش اطلاع رسانی بکنید یا نکنید احتمالاً تفاوتی ایجاد نمیکنه در وضعیت اون روزنامه‌نگار سوری. اگر داستان به شیوهی هستش که فکر میکنید که امکان تاثیرگذاری اگر رسانه‌ها به قضیه بپردازن و اون قضیه قرار بودی که پنهان نگه داشته بشه وجود داره، در این شرایط چیکار باید بکنید؟ در این شرایط شما ممکنه که میزان احتیاطتون رو به ناچار پایین بیارید. البته باز هم تا اونجایی که میتونید قواعد حرفه‌ای رو رعایت میکنید، یعنی شما اعلام میکنید منبع خبرتون چیه. مثلا این منبع در اینجا که خودش رو دوست و هم کلاسی نزدیک کی معرفی کرده، این اطلاع رسانی رو انجام داده و داره میگه که قرار هستش که این فردا صبح اعدام بشه و قرار کسی مطلع نشه. شما در اونجا هم رعایت های حرفه‌ای رو انجام میدید، ولی در زمانی که طبیعتاً جان یک نفر مطرح هست و در یک فاصله کوتاهی ممکنه اتفاقی بیفته، ممکنه که نوع رعایت های شما فرق بکنه با وقتی که میشنوید اتفاقی افتاده که اون اتفاق ممکنه اتفاق بعدی هم باشه، اما در این حد نیست که از امروز تا فردا ممکنه تفاوتش جان یک آدم باشه. بنابراین میخوام این نتیجه گیر رو بکنم که این هر چیز دیگری در دنیا، ما صفر یا صد حتی در زمینه قواعد روزنامه‌نگاری فکت محور هم نداریم. در جاهایی ممکنه شما منطق خاکستری هم داشته باشید، در جاهایی ممکنه تعریف من از این منطقه خاکستری با تعریف
شما که در یک روزنامه حرفه‌ای کار میکنید با هم متفاوت باشه. در یک جاهایی ممکنه تفاوت تعریف دو تا رسانه مینستریم حرفه‌ای جهانی راجع به یک منطقه خاکستری متفاوت باشه. هیچ کدوم از اینها چیزهای قطعی و صفر تا صد نیست. اما واقعیت اینه که در مواردی که حداقل قضیه در این حدهای خیلی غیر طبیعی قرار نداره، طبیعتاً اگر شما حتی میخواید به نفع قربانیان نقض حقوق بشر کاری انجام بدید، باید گوشه ذهنتون رو داشته باشید که کافی شمای نوعی 5 بار 6 بار اطلاع رسانی های غلط انجام بدید که ناشی از بیدقتی باشه. بیشترین نتیجه این بیدقتی شما این خواهد بود که به اطلاع رسانی های بعدی شما اطلاع نخواهد شد. در خیلی از کشورهایی که به هر حال مخالف آزادی بیان هستند و وضعیت آزادی بیان وضعیت مطلوبی نداره، شرایط مطلوبی نداره، یکی از کارهای مهمی که به صورت پروژه‌ای و حساب شده توسط حکومت‌های اون کشورها انجام میشه اینه که رصد میکنن اصطلاحاً گاف‌های رسانه‌ای رسانه‌های منتقد، مدافعان حقوق بشر و امثال اونها رو پیدا میکنن و در بوق و کرنا میکنن. و دلیلش هم این هستش که به مخاطبان عام، چه مردم داخل اون کشورها و چه مخاطبان بین‌المللی، سازمان‌های مدافع حقوق بشر در دنیا اثبات بکنن که اصولا اتهاماتی که علیه حکومت هست در زمینه نقض حقوق بشر از این جنس هستن، فضاسازی هستن، دروغن و معتبر نیستن. بنابراین اگر چیزهای دیگری هم منتشر میشه به همین نسبت نباید جدی گرفته بشه. اگر کسانی که خیال میکنن دارن با اطلاع رسانی های غیر دقیق کمک میکنن به قربانیان چنین فضایی رو ایجاد بکنن، طبیعتا اولین قربانیان این فضا کسانی هستن که حقوقشون داره نقض میشه و احتیاج دارن به این که در مورد وضعیتشون اطلاع رسانی. من سوال رو تکرار میکنم، در خیلی از موارد چیزهای ثبت و ضبط میشن. مثال زدن، مثلا فرض کنید ویدیویی از جنس لحظه کشته شدن ندا آقا سلطان که توسط مثلا یک شهروند روزنامه‌نگار ثبت و ضبط شده، این به رسانه‌ها میرسه، رسانه‌ها باید تصمیم بگیرن که این تا چقدر معتبر هست. امکان خیلی از وسواس‌های حرفه‌ای ممکنه وجود نداشته باشه. در این شرایط چیکار میشه کرد؟ اولا واقعیت اینه که در رسانه‌های بزرگ دنیا بخش‌هایی وجود دارن که حتی از چیزهایی که به این صورت بهشون میرسه، حتی این چیزها رو در اونجا بشه به دقت از زوایای مختلف توسط کسانی که متخصص همین بررسی ها هستن مورد بررسی قرار بدن و صحت و سقمش رو بسنجن. مثلا شما ویدیویی از شهری که اتفاقی در اون افتاده به شما در یک رسانه بزرگ میرسه. در خیلی از موارد، یعنی در رسانه‌های بزرگ در همه موارد، کاری که بعدش صورت می‌گیره اینه که این سلسله بررسی‌ها شروع میشه. کسانی محیط رو به لحاظ جغرافیایی می‌شناسن یا اگر نشناسن مورد مشورت قرار می‌گیرن برای اینکه تایید کنن آیا این اتفاق در همین منطقه‌ای که ادعا میشه افتاده یا نه. فرض کنید که شما ممکنه که در یک رسانه بزرگ هستید، در خیابانی، مثلا فرض کنید که در عراق ادعا میشه که این اتفاق افتاده، حتی اگر خود شما متخصص یا آشنا به اون منطقه نباشید، قطعاً به عنوان کسی که در یک رسانه بزرگ هست دسترسی دارید به کسانی که منطقه رو به درستی بشناسن. قدم اول این خواهد بود که اون افراد تایید بکنن که این اتفاق در اون منطقه افتاده. زمان اینکه این اتفاق افتاده برای شما مهمه. ممکنه در این حد اهمیت نداشته باشه که آیا در این ساعت خاص افتاده یا نه این اتفاق، ولی حداقلش اینه که اگر این ادعا مطرح شده که مثلا این اتفاق در شهر بغداد در روز انتخابات پارلمانی عراق افتاده، شما حداقل باید بتونید مطمئن بشید که در اون روز این اتفاق افتاده یا نه. و بعضی وقتها در فیلم‌ها، خیلی وقتها در فیلم‌هایی که حتی توسط شهروندان فرستاده میشه، عناصر مهمی وجود داره که
باعث میشه شما بتونید تشخیص بدید که زمانش کی بوده. در خیلی از مواقع حتی شرایط جوی برای اینکه یک ادعا صحت و سقمش مورد بررسی قرار بگیره قابل بررسیه و بررسی میشن در رسانه ها. مثلا ادعا میشه که این اتفاق در ظهر